ساعت 4:30 صبح قرار بر این شد که ما تیک آف بکنیم همه در سرتاسر ایران برای کمان 99 برن و پایگاه ها رو بزنن. به خاطر همین قضیه به همه ما گفتن که ساعت 3:30 صبح اون کسانی رو که قرار بود برن، که من جمله خود من این افتخار رو داشتم که در اون عملیات باشم، 3:30 صبح رفتیم در پست فرماندهی و در دسته های 4 فروندی 6 دسته 4 فروندی اسان شدیم که بریم برای زدن پایگاه الناصریه. که من در دسته شما رزرو نبودین؟ من چرا، من رزرو بودم. یکی از بچه های ما به نام منوچهر جلالی خواب مونده بود، حالا یا هر حالتی من رو به جای ایشون، چون به خاطر اینم من گذاشته بودن رزرو، که خبر داشتن تا ساعت 11:00 شب من با اون وضعیت و اینها کار کردم اونجا، میخواستن که من پرواز نکنم، ولی خب به هر صورت من خودم رسوندم. اون نیمد، من به جای اون با جناب سروان شاهی در وینگ جناب سروان شاهی در دسته 4 فروندی، اونها در دسته 3 قرار گرفتم که رفتیم. و چند تایی بود دسته ها؟ 4 فروندی. 4 تایی بود. 4 فروندی. که همونطور که گفتم ما در اون موقع بلند شدیم ساعت 4:35 گفته بودن 30 دقیقه، ولی ما ساعت 4:35 بلند شدیم. قشنگ من یادم هست بلند شدیم و اینقدر تاریک بود که به قول معروف فقط ما هواپیمای جلویی رو از روی اون چراغ‌های به اصطلاح بیکنشون و به قول معروف افتر برنر هاشون می‌دیدیم. خیلی گرگومیش و تاریک بود که رفتیم و زمانی رو که رسیدیم اونجا هنوز آفتاب نزده بود که ما رسیدیم بالا سر هدف و اونها رو زدیم. یعنی زمانی رو که ما برگشتیم، البته اینا که می‌خواستن ما چیز نکنیم اون زمان آفتاب بلند شوشه، چون ارتفاع پایین می‌خواستیم پروازمون، که آفتاب تو چشمون نزنه آزارمون نده، که زمانی رو که ما برمیگشتیم تازه آفتاب شروع کرده بود یواش یواش طلوع کردن. که اون عملیات همونطور که میدونید یک تودهنی بزرگ به صدامی بود که فکر میکرد که نیروی هوایی رو با اون تصفیه هایی رو که انجام شده بود، با اون بحث برنامه کودتای نقاب از بین رفته، و پیش خودش فکر میکرد روز قبل که حمله کرده بود. من میخوام توجه شما رو جلب کنم، البته با این اطلاعات و معلوماتی که شما دارین مطمئن هستم که شما این رو میدونید، در جنگ رمضان اسرائیل کاری رو کرد در تاریخ جنگ‌های کلاسیک نیروی هوایی در دنیا که این جنگ به یادگار موند، و اسرائیلی ها اومدن در جنگ رمضان یا جنگ جوان اسمش بود یا جنگ 6 روزه به هر صورت حتما میدونین اینا رو، اومد و تمام پایگاه‌های مصر و سوریه رو گرفت، بمبارون کرد، هواپیماشون رو گرفت، روی باند براشون از بین برد. ولی خوشبختانه ما نیروی هوایی نبودیم که عراق بتونه ما رو گول بزنه و ما هواپیما رو چیده باشیم توی رمپ، یا چیده باشیم مثلا در معرض که این بیاد و با هواپیماشون رو بمبارون کنه. ما خیلی قبل که این چیزها رو دیدیم. در حقیقت ما میخوام به شما بگم که ما از تاریخ 15 خرداد ماه سال 1959 شروع کردیم یک مشت عملیات رو انجام دادن در دسفول، که این عملیات یک نوع عملیات شناسایی مرزی بود. به ما دستور داده بودن که بلنشین از شلمچه، برین روی شلمچه، از شلمچه 2000 پا بالای زمین پرواز کنید تا قصر شیرین بیایید. هر چی در خاک عراق اینا تجهیزات و نیرو آورده بودن به ما گزارش کنید، که ما گزارش میکردیم. و یا اینکه بلند میشدیم میرفتیم قصر شیرین، از قصر شیرین لبه مرز پرواز میکردیم تا شلمچه و بعد برمیگشتیم پایگاه. این مجموعه این اطلاعات و این آمادگی رو که عراق درست کرده بود،
این مجموعه رو دیگه ما همه میدونستیم که اینا کاری که میکنه کارهای آماده شده برای جنگه. منتهای مرتب دولت مردان ما این رو نمیدونستن. ما میدونستیم. بهشون میگفتیم باور نمیکردن. میگفتن نه عراق با ما جنگ نمی کنه. باور نمی کردن یا به قول بعضی از خلبانای دیگه میگن سرشون به مسائل سیاسی گرم بود و اهمیتی آره دقیقاً دیگه به هر صورت یا شاید اصلا نمیخواستن یا نمیخواستن من این رو در واقع خطری که داشت تهدید میکردن. بعضیشون شعورش نداشتن. رو دروسی نداریم. چون گزارشای ما هست. گزارش من خودم بارها و بارها گزارش کردم که آقا اینها توپخونه آوردن سر برز گرفتن گذاشتن اینجا یه سنگر گرفتن کندن. اینا تانک آوردن. من در یکی از ماموریت‌ها همراه با جناب تقوی تا روی الاماره ما پرواز کردیم رفتیم و این نیروهای اینا رو دیدیم اومدیم ببینیم گزارش کردیم ولی اتفاقی نمیفته. هیچ اتفاقی نمیفته. خب تو فاصله عملیات کمان 99 که انتقامی بود و انجام شد تا اون پروازهایی که برای نجات پایگاه دسپول انجام میشد شما پروازی داشتین؟ خیلی زیاد دیگه. رسما راکت و بمب می‌بردین و می‌زدین دیگه. بل. هر چی نیروی سطحی می‌دیدین در واقع بمباران می‌کردید یا ببینید دیگه. من تنها روزی رو که به اصطلاح مأموریتم فقط مشخصا مأموریت یک مأموریت بود روز اول مهر بود که عملیات کمان 99 بود. دیگه بعد از اون همونطور که من خدمت شما گفتم این هواپیمایی رو که ما آورده بودیم و نشونده بودیم توی اون باند های بی استریپ یا همون باند اضطراری دهلوران و اونها رو بردیم پخش کردیم توی پایگاه های دیگه. فردای اون روز که روز دوم مهر بود فردای اون روز من مأموریت بعدی رو رفتم انجام دادم. مأموریتی رو که من گرفتم انجام دادم با جناب کهنوی گرفتیم انجام دادیم در لابلای نخلستان های خرمشهر یک تیپ زرهی عراق رو کشف کردن. بچه ها دیدن که من و جناب کهنوی رفتیم و اونجا تانک های اونها رو بمبارون کردیم. روز بعدیش دوباره باز همینطور ما رفتیم موسیان رو بمبارون کردیم و تانک ها رو. باز روز بعدیش رفتیم دچه عباس به قول عربا که میگن دچه عباس ولی ما بهش میگیم دشت عباس. دشت عباس رو بمبارون کردیم. روز بعدیش که روز پنجم بود که بدترین روز دسپول و بدترین روز خوزستان بود که این روز بسیار بسیار زیاد داستان هست براش گفتن. در پایانش آقای تابشفر به شما میگه که برنگردین پایگاه. دقیقاً این همون روزه. پنجم مهر. این پنجم مهر. این پنجم. پایگاه در خطر سقوط قرار گرفت دیگه در واقع. پایگاه ببینید بعد از ظهر من دو ماموریت رو صبح من در میت جناب امیدی که شما اسمشو بردین در بال ایشون بله در بال ایشون بودم و انجام دادیم و دیگه پنجم مهر در پنجم مهر آقای امیدی این همون زدن کارخونه است؟ نه 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 این اون روزی که من سه ماموریت رفتم. آها زدن نیروهای سطحی بود. نیروهای سطحی بود تانک ها بود که بعدش هم ما رفتیم اصفهان یعنی برنگشتیم پایگاه با آقای امیدی. با آقای امیدی بره. داستان اون روز اینطوری بود که دیگه از صبح که شد بچه های نیرو زمینی بچه های تیپ دو چون ما در اون قسمت از لشکر 92 در قسمت رودخونه کارون و اون پلی بود به نام پل نادری یا به قول عربا جسر نادری. اون عربا محلی عربا میگفتن جسر نادری. اون جسر نادری که بچه ها لشکر 21 حمزه اونجا مستقر شده بود گردان تقویت شده 37 شیراز در اونجا مستقر شده بود. تیپ 2 زرهی اونجا مستقر شده بود و یک مقداری از نیروهای دیگه سطحی ارتش خیلی کم پشتیبان اینا بودن و مرتبا اینا حالا خصوصا از بچه های لشکر پیاده بود 21 حمزه می اومدن و به ما میگفتن که کمک کنید کمک برسونید و داره پل سقوط میکنه. طرفای ظهر بود که اینها تلاش کردن که پل شناور بزنن دیدن که نمیتونن جسر نادری رو
به اصطلاح چیز کنن، نمیتونن رد بشن ازش نمیتونن، چون بچه ها مقاومت میکردن. گردان 283 مال تیپ 2 زرهی اونجا به شدت مقاومت میکرد، خود تیپ 2 هم پشت سر اینها بود مقاومت میکردن، نمیذاشن این سر پل بزنن. اونها تصورشون این بود که پل شناور بزنن، پل شناور رو به محض زدن پل شناور بچه های ما یونس خوشبین اینا رفتن و اونا رو زدن، پشترش هم افرام اومدن دوباره پشترش زدن و اون پل به طور کلی منهدم شد و دیگه هم هیچ وقت اون پل دیگه پل شناور اینها نزدن دیگه بعد از اون، چون دیگه نگذاشتن بچه های نیرو زمینی که اینها سر پل بزنن. حالا اتفاقی که افتاد، حالا فشار رو گذاشته بودن رو پل که از روی پل رچن. ما هم همینطور بلا وقفه، چه پایگاه همدان، چه پایگاه بوشهر، چه ما که چسبیده بغل دست اینها بودیم، مرتبا بلند می شدیم و با راکت دونه دونه این تانک های اینها رو گیر می آوردیم و تک تک تانک های اینها رو می گرفتیم می زدیم، چون چاره ای نبود. درسته که ما کار ما نبود دکتر تانک زدن، ما RPG نبودیم که، ما که نمیدونم موشک تاف که نبودیم، ولی ما از این ور از این ور زمان بسته ها از حق نگذاریم، اینها مظلوم هستن، اسمشون کم برده میشه، بچه های هوا نیروز. بچه های هوا نیروز هم که در پایگاه ما مستقر بودن، تعدادشون هم در مسجد سلیمان مستقر بودن. یعنی کبراها از کرمانشاه اومده بودن دسپول پیش شما؟ کبراها از کرمانشاه اومده بودن، از خود کرمان اومده بودن، از اصفهان اومده بودن، تمام اصفهان رو که مرکز کبراها بود اصلا خالی کرده بودن، همشون اومده بودن تو دسپول. اصلا تو یه قسمت در دسپول بود و پیش هم بودیم اونجا در دسپول. اینی که اونها هم دلاورانه و مردانه داشتن. کبرا راحت تر راکت میزنه اصلا، احتمالاً برای زدن تانک کارتون خیلی سخته. خیلی خودم سخته. شما مثلا یه دونه پیکل که میکنین، اون تعداد مشخصی یا تعدادی راکت میره، یه دونه که نمیره که. نه یه دونه نمیره، میره دیگه همینجوری. بعد اتفاقی هم میزنه فکر کنم، دقیقاً شلیک میکنه. ببینید ما در هواپیمای F5 یا از هر پوینت هیچ فرق نمیکنه، یک دونه سامانه داریم بهش میگن راکت دیسپنسر. این راکت دیسپنسر که اسم انگلیسی هم هست لاتری، این لاتری یک مخزن و محفظه‌ایه که 19 تا راکت تو این جا میگیره. همون پاد میگن، پاد راکت، راکت پاد، بله 19 تا راکت توش جا میگیره. حالا این رو ما مثلا هواپیمای ما 4 تا از این راکت پاد رو میبنده، مثلا هواپیمای F4 مثلا 16 تا راکت پاد هم میتونه ببنده زیر خودش. و حالا این راکت رو ما میتونستیم بیایم همه رو با هم شلیک بکنیم، کمون که تو همون برنامه ارتفاعات خان لیلی که من با جناب حقشناس بودم همون روز 19 شهریور، مثلا هم ایشون هم من 4 تا راکت پاد رو با هم، یعنی 76 تا رو با هم خالی کردیم رو اون نیروهای عراقی. و میتونیم تک تک اینها رو انتخاب بکنیم. حالا اینها رو که تک تک انتخاب بکنیم، این هم یه قلقایی هست که بعضی از خلبان ها دارن، اگر دستت روی این بذاری اون یه دونه که انتخاب کردی 19 راکت با هم میره، ولی اگه بخوای مثلا 3-4 تا برس، یه کلیک کوچولو میزنی 3-4-5 تاش میره. ما این کارا رو میکردیم که بتونیم بیشتر هر جا تانک گیر بیاریم پراکندتر میزدید دیگه اینطوری. بله بله پراکندتر میزدید. و حالا هلیکوپتر کوبرا یه داستانی دیگه داره. هلیکوپتر کوبرا مجهز به یک موشکایی هست به نام موشکای تاو. این موشکای تاو که اینها به یک سیم نازک بسته شدن و کنترلشون روی هلمت خلبانه، یعنی وقتی که خلبان این رو میگیره میزنه، همینطوری که این روی سرش هست، این سرشو خرجه که به چرخونه، این موشک به همون طرف منحرف میشه. حالا خلبان کبرا چیکار میکرد؟ خلبان کبرا موشک تاو میزد، تانک رو میدید موشک تاو میزد.
حالا نگاه میکرد موشک تاوو، وقتی که اینو نگاه میکرد درست در مسیر نگاه اون که از بالای هلمت خلبان بود میره و میزنه تانکو منهدم میکنه. یعنی اصلا این 700 و اگر اشتباه نکنم 95 تا نمیدونم، اینا رو من اطلاعاتم زیاد مال نیرو زمینی کامل نیست، ولی خاله چون یکم فضولم این چیزا رو بلدم و اینو، این 795 تا هلیکوپتری رو که در زمان قبل از انقلاب خریداری شده بود برای مقابله با 5000 تانک عراقی اینها رو خریداری کرده بودن، پیش بینی کرده بودن و تعداد بسیار خوب و زیادی بود. منتها در این دو سه سالی رو که از بین انقلاب بگذره تا زمانی که جنگ بشه، خب تعدادی از این هلیکوپترها طبیعتاً باز مثل هواپیما به علت نرسیدن قطعه و نمیدونم انواع اقسام چیزها زمینگیر شده بود و تعداد خیلی زیادی از اینها رو هم ما در طول جنگ از دست دادیم، ولی بدون کمک اونها و بدون ذکر دلاوری های اونها ما نمیتونیم بگیم جنگ پهنه و عرصه خوزستان جنگ تکمیلی بود. بذارید من یه چیزی به شما بگم. روز هشتم جنگ ما دیگه نیروهای زرهی عراق رو زمینگیر کردیم پشت پل کرخه. پشت پل کرخه یعنی چه؟ زمینگیرشون کردیم، یعنی دیگه اومدن سنگر گرفتن، سنگر کندن و رفتن در سنگر مستقر شدن. دیگه این رو از توی ذهن خودشون اووردن بیرون که دیگه بخوان از رود کرخه و یا از جسر نادری رد بشن بیان دسپول و خوزستان رو جدا بکنن. خب نمیدونی وقتی من میگم دسپول، داستان اینه که خوزستان یه پهنه بزرگ بود و هست البته، و قسمت دسپول و اندیمشک و دوکوهه یک باریکه میشه که جاده خرم‌آباد اندیمشک مثل الان نبود که جاده های زیادی داشته باشیم که الان میره به طرف اصفهان و جاهای دیگه از طرف خوزستان میره. اون موقع هر چی خروجی از خوزستان قرار بشه بره باید از یه پل بالا رود بود، از رو پل بالا رود رد میشد و بعدم میرفت از جاده به اصطلاح خرم‌آباد اندیمشک. یعنی اگر اونجا رو جلوی دو کوه رو اینا میگرفتن میبستن و اندیمشک میبستن، دیگه نیروی نبود که بیاد خوزستان رو آزاد کنه. خوزستان عملا جدا میشد چون اون برکمش ارتفاعات بود، از ارتفاعات که نیرو نمیتونست بیاد اینجا با عراقی ها بجنگه. که اون به خاطر این بود که صدام اینقدر دست و جیبش میکرد، میگفت من سه روز دیگه چیز رو خوزستان رو، البته نمیگفت خوزستان، میگفت عربستان، شروع رو عربستان، اسم خوزستان رو میگفت من عربستان رو میگیرم و جدا میکنم. به خاطر این بود که راهی دیگه وجود نداشت، یعنی ما یه راه آهن داشتیم، یه دونه جاده داشتیم اونجا، که این اتفاق نیفتاد و روز هشتم جنگ دیگه این نیروها تثبیت شدن و رفتن در سنگر. روز هشتم جنگ این اتفاق افتاد چرا؟ چون روز در واقع هفتم، بله، اون حالا اون صحبتی کردیم، نه ببخشید، ششم مهر که 67 سورتی پرواز با 34 فروند هواپیما از پایگاه دسپول انجام شد. بله. از همدان و تبریز هم اومدن کمک. بله. پایگاه رو نجات دادن دیگه در بله. اصلا خودش حماسه است نجات پایگاه دسپول، خیلی کار بزرگ. حالا من اینو الان میگم که یه ذره من مفصل‌تر براتون بذارم اینو بگم چطور شد اصلا به طور کلی این اتفاق افتاد. داشتم میگفتم که صبح از لشکر 21 حمزه دیگه هی یا با بیسیم یا با چیز یا حتی نفر میفرستن، چون زخمی هاشون هم میامدن پایگاه ما صبح پنجم. پنجم. این صبح ببین روز مهم پنجمه ولی روز نجات ششمه. ما روز پنجم در حقیقت دیگه ساعت پنج بعد از ظهر که شده بود دیگه میشه گفت به نوعی ما تسلیم شده بودیم، قطع امید کرده بودیم که اینو من الان دارم میخوام شرح بدم. من میگفتن بیاید بمبارون کنید و فلان، ما هر چی توانستیم بمبارون کردیم. ساعت دوی بعد از ظهر جناب تابش اومد بچه ها رو جمع کرد،
گفت عزیزان من خیلی متاسفم که مجبورم دیگه این خبر رو بدم، همه تلاشتون رو شما کردین و همه پایگاه تلاش خودشونو کردن، نیروی زمینی ما دیگه مونده تا آخرین تیر بجنگه، تا آخرین گلوله بجنگه، از این لحظه به بعد دیگه هر هواپیمایی که ما به شما مأموریت میدیم میرید مأموریت رو انجام میدید ولی دیگه بر نمیگردید پایگاه، دیگه برید و یا برید همدان یا برید اصفهان، برنامه ریزیتون رو بکنید برای بنزینتون که برید برسید اونجا، چون ما امشب احتمال قوی پایگاه رو دیگه دینامیت گذاری میکنیم و آماده میشیم برای انفجار پایگاه اگر اینها چیز شدن، و ما هر چی میتونید این هواپیماها رو وردارید و ببرید. من درست یادم میاد دیگه اون ماموریت بعدی رو که من خورد، ماموریت سوم که من خورد حدودای 4:30 بعد از ظهر بود، 4:30 بعد از ظهر بود، بازم من با جناب امیدی بودم. جناب امیدی یه مرتبه دیدم بسیار عصبانی توی شلتر و اینا، بعد گفتیم چی شده؟ گفت که چی جلال، هواپیمای من دستگاه آینسش خرابه. دستگاه آینس هم یه دستگاهی بود که این هدایت میکرد ما رو به طرف اون جایی رو که میخواستیم بریم و بمبارون بکنیم یا بزنیم و یا بعدش هم میخواستیم بریم برای پایگاه و اینا. من دستگاه هواپیمام خوب بود، همه چی خوب بود، من بهش پیشنهاد کردم، گفتم که جناب امیدی اگه میشه، اگه شما صلاح میدونی، چون هم معلم ما بود هم لیدر بود، من که نمیتونستم با اون میگم چیکار بکنم، گفتم اگه شما صلاح میدونی شما بیا هواپیمای منو بردار که همه چیزش خوبه اوکیه، ایشون بیفته جلو. دقیقاً آفرین. گفتم من که وینگمن تو هستم، من چسبیدم به تو، تو رو بدت نمیکنم که، من دستگاه نمیخوام. تو هر جا رو بمبارون کردی منم همونجا رو بمبارون میکنم. گفت میکنی این کارو؟ گفتم آره. گفت خیلی خوب، اون هواپیمای منو برداشت، من هواپیمای اونو برداشتم، فقط گرفت یه تلفن زد از اونجا به پست فرمودی که ما شما رو هواپیماهامون رو عوض کردیم چون باید این کارو بکنیم. ما دیگه می‌خواستیم بریم، گفت جلال بچه‌ها اکثرا دارن میرن، 27-28 از بچه‌ها دارن میرن اصفهان، ما میریم اصفهان. گفتم که چشم، حالا من تا به حال اصفهان هم نرفته بودم، میگم ما خیلی جدیدی بودیم، جغله بودیم. اومدیم و رفتیم دشت عباس، یا به قول خود عربای اونجا دچه عباس، اونا میگن دچه عباس. دچه عباس و یک مجتمع تانک رو جناب امیدی گیر آورد، گفت که این مجتمع تانک رو میزنیم و ما یک مانور خاصی هست بهش میگن پاپ اپ. من توی وینگش بودم، اسی امیدی گفت وان پاپ، من باید 10 ثانیه بعدش پاپ میکردم. پاپ کرد، شیرجه زد، 76 تا راکت توی وسط این تانکای اینها که من داشتم میدیدم، من با 10 ثانیه پشت سرش بودم و شیرجه زدم و من این راکت‌ها رو با هم زدم، این راکت‌ها رو با هم زدم. نگو چون این CADC این دستگاه من مال این INS همه چی به هم خورده، یک مرتبه هواپیما از کنترل خارج شد بعد از اینکه زدم راکت ها رو، این فشار شدید 76 تا راکت شلیک شد با هم دیگه، سبک شد دیگه، سبک شد، به اضافه اینکه این 76 تا خیلی نیروی فشار به عقب ایجاد میکنه، هواپیما تعادلش به هم خورد و اینها رو با یه سیستم های CADC، CADC مخفف Central Air Data Computer هست، این باید اینا رو اصلاح بکنه دیگه، چون من INS نداشتم و این کار نمیکرد، نتونست. یک مرتبه هواپیمای من شروع کرد با سرعت عجیب و فشار عجیبی رفتن بالا. خب این رفتن بالا به معنی این بود که ما در مزان به قول معروف اصابت موشک سامشیشای اینا قرار میگرفتیم. یعنی ببین من هواپیما اینطوری بود، من باید این هدف رو میزدم در این ارتفاع حدود 7500 پا بالای زمین، من راکت ها میزدم، باید اینجا قاعدتا جینک میکردم، کف زمین برار میکردم،
یه مرتبه هواپیما شروع کرد به این ترتیب رفتن بالا. هر کاری فشار آوردم به این هواپیما که این هواپیما رو برش گردونم زورم بهش نمیرسید و خودم هم دید چشمام رفت بلک آوت شدم به اصطلاح به خاطر فشار جی زیاد. به هر صورت درد سرتون ندم، حدود تقریبا نزدیک 14,000 پا ارتفاع که رسیدم دیگه هواپیما سرعتش کم شده بود و اینا، دیگه این فشار روش رو من چشام باز شد از دیدم و دیگه دیدم همین الانه که اینا با موشک سامشیش من رو بدن پودرم کنن. شروع کردم مانور کردن و برگشتن به طرف خاک خودمون. تو این فاصله هم زبون بسته جناب خودم بیامرز امیدی مرتب داشت رو رادیو هی فریاد میزد آرام کجایی؟ آرام چرا جواب نمیدی؟ تو رو هم زدن، فکر میکرد من رو زدن، خیلی ناراحت بود. منم حالا از این ور حیف دکمه مایک بوتوم فشار میدم که بشه گم بابا نه من زنده هم سالمم، اینم کار نمیکرد. یک وضعیت دکمه کار نمیکرد یا امیدی نمیشین صدا رو؟ نه نه رادیو هم کار نمیکرد، همه چی نه آپام هواپیما غیر از دو تا موتور و دو تا بال دیگه چیش کار نمیکرد. خیلی در به داغون شد. کاری نداریم، برگشتیم و من فقط سمت 90 درجه رو گرفتم. گفتم اینطوری میمو از طرف خودمون از روی نیروهای عراقی رد میشیم میم طرف خودمون سمت 90 درجه به سمت شرق. یه ذره که اومدیم و دیگه من کوها رو دیدم دیگه فهمیدم دیگه از دسولنام رد شدیم و اینها دیگه هی منتها تلاش کردم و که با امیدی تماس بگیرم. بالاخره یه جایی این جواب داده، گفتم که با من زنده‌ام اونجوری دارم میام. گفت خیلی خوب پس بیا ارتفاع چقدر؟ من ارتفاع خودم 26,000 پا بود که رفته بودم که بنزین کمتر مصرف کنم. آقای امیدی دیگه ایشون رفته 26,000 پا؟ نه من شما رفت. من رفتم 26,000 پا، ایشون هم همین حدودا بود. من نپرسیدم ازش، یادم نیست پرسیده باشم. یک مقداری اومدیم جلو لایه زرد کوه بختیاری و اون ارتفاعاتی هست اصطلاحا میگن ارتفاعات هفت تنان. یه مرتبه من صدای یه F-14 شنیدم، F-14 رو دیدم داره با رادار صحبت میکنه، میگه که من یک دونه هدف دارم در این مختصات، مختصات من رو داشت بهش میداد. حالا رادارم به جایی که مثلا بگه اینا خودی هستن یا نمیدونست دیگه، اونم بنده خدا چون دستگاهی من میگم که نه همه به اون آینس وصل بود، هیچی برای این منعکس نمی کرد که شناسایی خودی بده بشه. اونم گفته بود که این دشمنه، هیچی بهش گفت بس من بزنمش، اونم گفت بزنش. حالا شما حسابش رو کنم، من هرچی این رادیو رو دو مایک فشار میدم صدا نمیره که بگم من خودی هستم. آخر سری فقط چیزی که به فکر من رسید گفتم خودم ببرم پایین لابلای این کوهشات رادار این من رو نگیره، وگرنه الان موشک فونیکس، ما طاقت موشک فونیکس نداریم. خب این موشک فونیکس بگه هرچی بخوره پودرش میکنه، چی مثل موشک های دیگه نیست. حالا از شانس آوردیم اومدیم پایین و این هم بالا سر ما رد شد و دیگه نتونست ما رو ببینه. ما رفتیم و بعد رفتیم اصفهان و دردناکترین خاطری رو که من از جنگ دارم این اصفهان بود. همه رفته بودیم اون جایی هم که برای ما در نظر گرفته بودن، برای پایگاه دسفول منزل سابق فرمانده پایگاه بود، فرمانده پایگاه مینو سپر، فرمانده زمان شاه. بعد همونجا نشسته بودیم 23 تا خلبان که 23 تا هواپیما رو آورده بودن اونجا، هیچ کس با هیچ کس صحبت نمی کرد. برای اینکه میدونی ما بدترین خاطره رو داشتیم، ما موقع که آخرین بار هواپیما رو داشتیم می بردیم، من چشمم خورد تو چشم این بچه های گردان نگهداری که ما رو هواپیما رو آماده می کردن، می شود تو چشمشون بخونی که داری میگی ببین تو داری با این هواپیما میری، یا میری میمیری شهید میشی یا اسیر میشی یا اگرم نشدی دیگه بر نمی گردی از اینجا، ولی من معلوم نیست امشب اینجا چی بشم. می شود تو چشمشون اینا رو واقعا خوند. خیلی ناراحت بود، به اضافه اینکه خب خیلی دردناکه ما حساب کنیم که پایگاه ما رو میخوان بگیرن، خوزستان رو میخوان امشب بگیرن و اینا. یه شامی آوردن، یادم از چلو کباب کوبیده آوردن برامون اونجا.
این چلوکی آب کوبیده فقط به اون اندازه یه صد جوع ما از این خوردیم هر کدوم. بعد یک کسی چیز نخورد و هر که رب یه گوشه کز کرد، نمیشه گفت خوابید. صبح زود که شد، ما حالا منتظر بلند شد رو میبینیم چی شد پایگاه. خبر از پایگاه رسید از تابشفر که عراقی ها دیشب نیومدن. بلندش این هواپیما رو بمب بزنید از اصفهان، بیاین نقاط این نقاط این نقاط، چند تا نقاط رو از جا دادن به نسبت هواپیما، بمبارون کنید و برگردید توی دسفول بشینید. و اون شب شب حماسی بود که گردان 283، میخوای یاد داشت بکن گردان 283 رو، که گردان 283 تیپ 2 زرهی بالاترین حماسه های مردانگی رو تا صبح اینها در جنگ تن به تن با عراقی ها انجام دادن. البته عراقی ها 4 تا نفر برشون هم از پل رد کرده بودن اون شب، 4 تا نفر بر، که صبح اول صبح اولین دسته پروازی ما اون 4 تا نفر برش اونا رو زدیم که این وره چیز بودن. حالا روز ششم شده، دوباره ما نشستیم توی پایگاه، بمبارون کرده بودیم، نشستیم توی پایگاه، دوباره هواپیما رو دوباره برو زیر لود و شروع شد باز دوباره 67 مأموریت در روز ششم جنگ ما از پایگاه فقط وحدتی انجام دادیم. خب سایر پایگاه ها تعداد زیادی، همدان انجام داد، تعداد زیادی بوشهر انجام داد. اینقدر ما بمب ریختیم رو سر اینها روز ششم که دیگه روز ششم دیگه غروب که ما اومدیم و رفتیم نشستیم دور هم، دیگه مطمئن بودیم که اینها دیگه مجالی نخواهند داشت که دیگه از رودخونه رد بشن. دوباره روز هفتم باز همینطور. روز هفتم اونا باز دوباره پاتک زدن. اگر شما تاریخ جنگ و تاریخ زمینی جنگ رو نگاه بکنید، روز هفتم باز اونا حمله کردن. باز بچه های تیپ 2 و بچه های لشکر 21 و 37 همه جلوشون موندن، ما هم که چپ و راست بمبارون و اینها در و داغون شدن. و روز بعدش که اینقدر ما اینا رو بمبارون کردیم که دیگه رفتن و سنگرنشین شدن. روز هشتم دیگه اینا هیچ حمله ای رو انجام ندادن، مگر اینکه 2 ماه بعدش که اونم تازه دیگه طرفای پل کرخه نبود. یک من دارم تلاش میکنم اون چیز رو بگم کجا بود، بالای الله اکبر و پایین شوش بود، اسلام آباد غرب؟ نه اسلام آباد که طرف کرمانشاهست، یک اسم خیلی خوبی داره، شینم داره توش، بالای شاوریه است. حالا یادم میاد بهتون میگم الان، دیگه خیلی پیر شدیم دیگه یادم رفت اینا. دیگه این اونم یه بار یه حمله کردن که بازم در هم کوبیدن بچه ها و دیگه تموم شد. اینا موندن زمین تا عملیات فتح المبین رو ما گرفتیم انجام دادیم. که دیگه بعد از عملیات فتح المبین دیگه رؤیاهای اینها به طور کلی از بین رفت. برای